رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا گفتگوی داشته باشیم. در همین رابطه های علیجانی، بحث سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی بازتابش رو در روزنامه‌های حکومتی پیدا کرده و امروز دیدیم این بازتاب رو روزنامه جمهوری اسلامی مقاله‌ای نوشته با عنوان اینکه این سیلی دوم بود، سیلی اول نبود. آیا سپاه در جمهوری اسلامی مثل یک حزب سیاسی عمل می‌کنه و این هماهنگی و انسجام رو داره؟ با سلام. سپاه باید منتظر سیلی های بزرگتری باشه. البته سپاه انسجام کافی نداره، ولی خب به هر حال یه سلسله مراتب نظامی داره. بدنه سپاه و خانواده هاشون بنا به آمار صندوق های رای در محلاتی که اینها میشینن، مثلا شهرک محلاتی در شمال شرق تهران، تفاوتی با دیگر شهروندان ندارن. اما خب رأس سپاه و سلسله مراتب و سانسوری که حاکم هست اون رو به ظاهر یک دست نشون میده که این سیلی و این نمایش علنی نشون داد که اینطور نیست. اما سپاه سیلی رو و انحراف رو از جایی شروع کرد که در ابتدای انقلاب از در واقع تأسیس شد برای اینکه ارتش انقلاب باشه، در موقعی که به ارتش اعتمادی نبود و ارتش هم ضربه خورده بود. اما اولین انحراف اونجایی ایجاد شد که این ارتش به جای اینکه ارتش مدافع آرمان‌های انقلاب باشی شد ارتش مدافع نظام و بعداً شخص ولی فقیه. و هر قد انحراف ایجاد شد در حکومت از آرمان‌های انقلاب، این سپاه هم از اون آرمان‌ها منحرف شد. یعنی انحراف انقلاب در جمهوری اسلامی انحراف سپاه هم بود. دومین انحرافش هم انحراف بود از وظایف نظامی. یعنی قرار نبود سپاه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ از انقلاب دفاع بکنه، قرار بود در حوزه نظامی دفاع بکنه. هر کدوم از اون وظایف دیگه نهادهای مرتبط با خودشون داشتن. البته این بیماری در سپاه مادرزادی است. یعنی از همون اساسنامه های اولیه سپاه تا اساسنامه های فعلی سپاه یک دوگانگی و یک ابهامی وجود داره که میتونه این دامن گستری سپاه در ظل اون توجیه بشه. به هر حال این انحراف از اون ابتدا شروع شد، اینکه سپاه در واقع شد مدافع شخص ولی فقیه و سپاه شد مدافع نظام در همه حوزه، نه فقط حوزه نظام. آقای علیجانی، الان هیچ شکی وجود نداره که به هر حال سپاه در حوزه های اقتصادی و سیاسی نفوذ بسیار بالایی داره و گفته میشه که بر اقتصاد حتی چنبره زده. روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد میکنه از کسایی که سپاه رو وارد مسئولیت های اقتصادی و سیاسی کردند و به هر حال این سیلی اول بوده. چه کسانی این کار رو کردن؟ چه کسی حمایت کرد؟ ببینید بعد از جنگ قرار بود، یعنی در دوره ماهای آخر عمر آقای خمینی، ظاهرا ایشون هم موافقت کرده بود با پیگیری هاشمی رفسنجانی که شبیه ادغام کمیته ها در شهربانی که نیرو انتظامی جدید رو ساخت، سپاه هم در ارتش ادغام بشه. ولی شخص آقای خامنه‌ای که از ابتدای انقلاب در وزارت دفاع و در رأس سپاه رابطه نزدیکی با رأس سپاه داشت و با فرماندهان سپاه داشت، شخصا جلوی این کار رو گرفت. یعنی اون پروژه متوقف شد با اراده شخصی آقای خامنه‌ای و این بسیار حساب شده بود. یعنی ما به تدریج میبینیم که سپاه میشه حزب سیاسی نامرئی آقای خامنه‌ای. یعنی سپاه در واقع بازوی اجرایی منویات آقای خامنه‌ای میشه و چون آقای خامنه‌ای اراده مطلق العنانی داره، سپاه هم به تدریج مطلق العنان میشه از حوزه نظامی به حوزه سیاسی، به حوزه اقتصادی، سیاست خارجی، فرهنگ، کتاب، سانسور، نشریات، رسانه، همه جا دامن گستری میکنه تا حتی به اصطلاح امور شهری و شهرداری و اینا هم در همه چی دخالت میکنه. من فکر میکنم عامل اصلی که در سه دهه اخیر سپاه رو به این وضع کشوند شخص آقای خامنه‌ای، و این هم خوابگردانه و ناخودآگاه نبوده، کاملا حساب شده بوده. سپاه الان حزب نامرئی سیاسیه و تقریبا دیگه علنی شده شخص آقای خامنه‌ای. خب الان این حزب سیاسی نامرئی و الان علنی شده که شما ازش نام میبرید به عنوان سپاه پاسداران، این اختلافاتی که درونش صورت میگیره، به یک سپاهی دیگه، به استانداری که یک سپاهی دیگه است یک سیلی میزنه، این اختلافات در نبود کسی که اونها رو منسجم میکنه چگونه معنی میشن آقای علیجانی؟ آقای خامنه‌ای سعی کرد این اختلافات رو مدیریت بکنه با مهرچینی در سطوح بالا، ولی اون چیزی که از دست آقای خامنه‌ای خارج شد بدنه سپاه است و اون چیزی که در پایین سپاه میفته. الان سپاه
دو تا هدف برای خودش تعریف کرده با حضور بیش از پیشی که در دولت آقای رئیسی داشته، اون این هست که نظام رو حفظ بکنه در برابر احتمالا امواج اعتراضی مردمی، در برابر احتمالا التهابات دوره انتقال رهبری، در برابر تبعات این بلندپروازی های هستی و همینطور بالا دستی خودشو حفظ بکنه. این اراده آقای خامنه‌ای. اما اون چیزی که اتفاق افتاده این که همونطور که در گزارش روزنامه هم بود، سپاه آمده مسئول و متصدی آب و برق و نان مردم شده. دولت رئیسی آمده شده مسئول همه امورات کشور. دیگه آقای خامنه‌ای نمیتونه پشت دولت ها پنهان بشه. سپاه هم نمیتونه پشت خاکمیسای پنهان بشه. الان چون مستقیم درگیر با مردم هست و بدنه سپاه هم مثل بدنه روحانیت اتصالات اجتماعی دارن، اون فشارها اجتماعی از یک طرف و اختلاف باندی و سلیقه‌ای از طرف دیگه، این دوتا عامل باعث میشن که سپاه متشتت بشه، انسجامش رو دست بده و در نبود آقای خامنه‌ای این تشتت و عدم انسجام بیشتر هم خواهد شد. رهبر بعدی دیگه این نیمچه کاریزمایی هم که آقای خامنه‌ای داره و 30 سال حاله تقدس دورش تنیدن نخواهد داشت و بنابراین این متشتت‌تر خواهد شد و رهبر بعدی هیچ چاره‌ای نداره که از بالا و با زور بخواهد سپاه رو متحد یا تصفیه بکنه. ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاری.